سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان در دیدار با آصف درانی نماینده ویژه این کشور خواستار بازگشایی گذرگاه تورخم شده است. سفارت افغانستان در پاکستان میگوید آقای احمد شکیب مسدود ماندن این گذرگاه را به زیان هر دو طرف دانسته و بر بازگشایی بدرنگ آن تاکید کرده است. همزمان با این نماینده ویژه پاکستان هم گفته که از مقام‌های کشورش خواستار بازگشایی گذرگاه تورخم شده است. مسدود ماندن گذرگاه تورخم وارد چهارمین روز خود شد. با وجود رایزنی‌ها میان افغانستان و پاکستان، هنوز هم این گذرگاه بر روی رفت آمد باز نشده است. سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در دیدار با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان خواستار بازگشایی بدرنگ گذرگاه تورخم شده است. آقای احمد شکیب بسته ماندن گذرگاه تورخم را به زیان هر دو کشور خوانده است. بسته شدن این گذرگاه برای هر دو کشور ضرر دارد و او تاکید کرد که دولت پاکستان باید هرچه زودتر گذرگاه را باز کند، زیرا مسافران و بازرگانان در شرایط سخت قرار دارند. همزمان با این آصف درانی نماینده ویژه پاکستان هم تاکید کرده که از مقام‌های کشورش خواستار بازگشایی این گذرگاه شده است. این در حالی است که شماری از محموله‌های بازرگانی گیرمانده در دو طرف این گذرگاه میوه‌های تازه و سبزیجات بوده که در آستانه تخریب شدن قرار دارد. متاسفانه متشبثین ما متضرر میشه و در پالی زی رفت آمد همچنان برای بعضی از کسانی که ضرورت به خاطر حل مشکلات صحی دارن و تجارتی دارن و با پاکستان میخواین برن، این مشکلات ایجاد میکنه که سبب اذیت مردم و همچنان یک مقدار از لحاظ مالی میتونه که مردم افغانستان متضرر شد. گذرگاه تورخم پس از درگیری میان مرزبانان امارت اسلامی و مرزبانان پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته برای رفت آمد مسدود شده است. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که پاکستان از گذرگاه تورخم به عنوان ابزار فشار سیاسی بر امارت اسلامی استفاده می کند.